پارچه ویخی در پاراشا یعقوب آوینو تمام فرزندانش رو برکت میکنه و اون برکتی که به ایساخار میده، یکی از پسراش ایساخار و یر منوخا کیتوب. ایساخار دید راحتی یه چیز خیلی خوبیه و آرسکی نایما و زمین خوبه و خودش رو کرد در زیر بار تورا، تورا و میتسوود و معصین توبیم رو رو دوش خودش انجام داد و همیشه تورا انجام میداد. و سوالی که پیش میاد، این ایساخار چرا موقعی که ایساخار رو منویسیم با دو تا سین، شین سین، دو دونه شین داره، دو دونه سین داره، ولی موقعی که میخونیم نگیم ایساخار، میگیم ایساخار، یعنی اون طوری که نوشته اگه میخواستیم بخونیمش بعد دو بگیم ایساخار، ولی میدونیم ما میگیم ایساخار، حتی تورا هم که میخونیم میگیم ایساخار. پس چرا این ایساخار رو با یک دونه سین میگیم و اون رو کامل نمیخونیم؟ و اگر نباید کامل بخونیم پس چرا اینطوری نوشته شده؟ در جواب ترجم یوناتان بنوزیل میگه این ایساخار اون اصل اجری که داشت در علما با بود. توضیح میدیم، ایساخار از کلمه اجر و مزد میاد، چون لیا رفت و اسم بچه خودش رو گذاشت ایساخار، چون اون گلی که به وجود گرفته بود پسرش روبن آورده بود اون رو به راخل داد در پاراشای ویتسه و گفت چون که به اجری که به خواهرم کمک کردم خداوند به من فرزند داد. پس ایساخار از لفظ مزد و اجر میاد. و در تنخوما میگه میدراش که ایساخار یعنی یش ساخار، یوتسین ساخار، بنابراین دو تا شین میاد. پس اگه دو تا شین میاد چرا یکیش رو تلفظ نمی کنیم؟ ایساخار کسیه که همیشه در تورا و میسوا، در آموزش تورا همیشه میسوا انجام میده و برای دیگران هم میسوا انجام میده. و همونطور که گفتیم ترجمه میگه اصل میسوای ایساخار، اصل اجر ایساخار در عالم ابا، نه در این دنیا. اگر اینطوریه میبینیم که ایساخار اینقدر داره میسوا میکنه، تورا میخونه، ولی نمیبینیم که خیلی موفق باشه، زمین خوبی داشته باشه، خیلی پولدار باشه. اون رو ما نمیبینیم. تمام این اجرا کجای علما با. و در گمارا اومده که انسان که میسوت انجام میده اصل اجر میسوت در این دنیا نیست. ممکنه یک چیز خیلی فرعی اجری به انسان تو این دنیا بدن، اصل میسوا در علما باه. و به خاطر همین ایساخار که اجر و مزد خودش در علما با میگیره، ما اینجا نمیبینیم که اجر و مزد داره. ممکنه ببینیم تمام زندگیش داره تورا میخونه، تورا یاد میده، تمام زندگیش میسوا میکنه، تعلیم میکنه، ولی خب یه آدم خیلی بدبختیه، پولدارم نیست، فقیرم هست، شاید مریضم باشه، شاید 1001 درد سر داشته باشه. خیلی وقتا سوال پیش میاد اگه این آدم به این خوبیه پس چرا این در این موقعیت گیر کرده؟ یا خیلی وقتا خودشون میگن، خود انسان میپرسه مگه من چه کار کردم؟ من اینقدر میسوا کردم؟ میگه نه، اصل میسوا کجاست؟ در دنیای آینده. ولی اینجا ما اینا رو نمیبینیم. خخامین میگن اگر تمام پولای این دنیا و تمام لذتای این دنیا، تمام فرزند، پول، همه چی رو بکنیم تو یه چیزی، همه اینا قد یه دقیقه، قد یک ثانیه علما با نمیشه. لذت علما با از لذت یک ثانیه علما با از تمام اینا بزرگتره. پس ما نمیبینیم. به خاطر همین ایساخار
در نوشتن می نویسیم دو تا سین، یه ساخار واقعا وجود داره ولی تلفظ نمی کنیم، ما نمی بینیمش. ما اجر رو اینجا تو این دنیا نمی بینیم، اجر تو این دنیا نمی شنویم، به خاطر همین نمی تونیم این اجر رو تلفظ کنیم. می نویسیم که نشون بدیم هست، تورا با دو تا سین نوشته که نشون بدیم هست، ولی اومدیم رمز بکنه به ما، دو تا سینه رو نمی خونیمش. که فکر نکن تو توی دنیا میبینی و بنابراین اگر ندیدی بیا بگو نه بس تموم شد رفت، ببینی اینقدر خوبی کرد حالا به چه موقعیتی گیر کرده. اجر وجود داره، کجای در آینده، همین که ترگم میده اجر ایساخار در آینده است، هست ولی تلفظش نمی کنیم، نمی بینیمش توی دنیا، نمی بینیمش. شبات شد.